این روایت داستانی پر فراز و نشیب از زندگی یکی از بزرگان موسیقی سمفونیک ایران است. لوریس چکنواریان، آهنگسازی نامی و رهبر ارکستری پر آوازه. یک ایرانی ارمنی که حوادث تاریخی اوایل قرن بیستم از جمله کشتار ارامنه توسط عثمانی‌ها و انقلاب کمونیستا در روسیه باعث شد دست سرنوشت پدر و مادر او را در ایران و در شهر بروجرد به هم برساند. اشتباه دو تا پادشاه ایران، شاه عباس و فتحعلی‌شا، سرنوشت ارامنه را واقعا دیگرگون کردن. خب حالا اون جنگ شاه عباس با عثمانی‌ها که ارمنستان غربی را به عثمانی‌ها داد، حاصل این کار در عرض در طول 200 سال واقعا چندین میلیون ارامنه رو کشتن اینا، و به خصوص در ارمنستان غربی که ایران غربی بود. از یه طرف حسادت ترکان نسبت به ارامنه، از طرف دیگه ارامنه خواستن استقلال پیدا کنن. یه عده خوب مایل بودن بازم برگردن به ایران، مملکتی دیگه وابسته ایران بشه، چون از ایران ایرانی ها بودن. از موقع کوروش کیوی ارامنه ایرانی هستن دیگه، پایه‌گذاران ایران بودن و همیشه تو با ایران بودن. به گفته بسیاری از مورخان بیش از 1 میلیون از ارامنه در بین سالهای 1915 تا 1917 توسط حاکمیت عثمانی قتل عام شدند. فاجعه‌ای که به نسل کشی ارامنه شهرت یافت. البته حکومت عثمانی علیرغم عدم انکار این فاجعه، نسل کشی بودن آن را انکار کرد و کشور ترکیه امروزی هم از این کار امتناع می کند. خاطره این واقعه تلخ جنبه‌ای بسیار مهم از هویت ملی ارامنه را حتی تا امروز شکل داده است. مادرم از قتل عام همین جنوسایدی که 1915 بود یا زیر پهن گاری قایم کردم که ترکا نبینن، چون ترکا وقتی بچه های پایین تر از دو سال از مادر میگرفتن میبردن تو خانواده ترکا، ترک بزرگ میکردن، و اگه بالاتر از دو سال بود با مادرشون میکشتن. اگه مادرشون خوب یه زن زیبایی بود میبردن تو حرم خودش، ولی بچه ها رو معمولا میکشتن، قانونش این بود، چون اینا همه نسل کشی بود هدفشون. مادرم از جو فراری بوده که ایران اومده، و پدرم از زندانهای استالین، اون موقعی که ارمنستان شرقی روسا تصرف کردن، بعد که کمونیست ها اومدن که خیلی کشتار در یک شب بلکه تصرف کردن ارمنستان، چون نمیخواست جزء شوروی بشه. وقتی اونا وارد شدن 20,000 نفر در یک شب کشتن پدرم، اونم از اونجا فراری بود. بعد از انقلاب روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، ارمنستان زیر سلطه این اتحادیه قرار گرفت که با مخالفت بسیاری از ارامنه همراه بود. برای همین حکومت شوروی تحت رهبری استالین به سرکوب ارامنه پرداخت. هیچ گونه حرکت و نشانه ای از میهن پرستی و آزادی خواهی تحمل نمی شد و مخالفان محکوم به تبعید و مرگ می شدند. خانواده مادری لوریس به واسطه ماموریت شغلی پدر بزرگ او به بروجرد مهاجرت کردند و پدر لوریس که از ارمنستان زیر سلطه شوروی به تبریز فرار کرده بود نیز به خاطر رونق اقتصادی منطقه لرستان در آن زمان به بروجرد سفر کرد و آنجا با مادر لوریس آشنا شد. پدر بزرگم دکتر بود، وقتی اومدن ایران اونو ماموریت دادن که بره بروجرد بشه رئیس بهداری بروجرد، و اونجا شد پزشک آیات الله بروجردی. پدرم هم که از زندان استالین فرگه اومده به تبریز، از اونجا اومدن بروجرد. اونجا با مادرم آشنا شدن و عاشق شدم. مادرم اون وقتش هم فکر کنم 15-16 سالش بود که عاشق پدرم. پدرم اون وقت 30 خورده بود، خواستگاری رفته بود، ندادم به پدرم و یک شبی قرار میزنن ساعت 2 صبح 3 صبح فرار میکنن از بروجرد. ولی خب تو تهران میگیرنشون و پدرم رو زندانی میکنن، و ولی مادرم، من خودم با چشم خودم دیدم اون نامه رو، حیف که گم کرد، ولی خودم دیدم اون نامه رو بعد از سالها که نوشته بود به پدرش، اگه به هایکاز که پدر آزاد نکنی از زندان من خودکشی میکنم. این عشق اینه دیگه. بعد ازدواج کردن، حالا دوتا دختر داشتن و من یک پسر. خب اون دوتا عاقل بودن، من یه دیوانه. خزان گلشن آشنا. مهاجرت خانواده چکنواریان به تهران همزمان با شروع جنگ جهانی دوم بود، واقعی که کل کشور را تحت تأثیر قرار داده بود، و دو سال پس از آغاز جنگ متفقین به بهانه حضور جاسوسان آلمانی ایران را اشغال کردند.
و بدین وسیله پای سربازان انگلیسی و روس به ایران باز شد. دو سال بود که ما از بروجه رفتیم تهران. پدرم اون موقع سینمای مختلفی در تهران داشت، تو میدان حسن آباد سینما داشت، تو خیابان ولیعصر اون موقع پهلوی بود. پدرم چون مخالف دودیا بود، مخالف کمونیستا بود، چون خودش هم فرار از اونجا بود، دودیا یا کمونیستا اومدن تو سینماش، میدونستن که این سابقه اش چی بوده، انداختن تو موتورخانه و سوزوندنش، نصف بدنش سوزوندن، یعنی اینکه اینو میرسن کاملا میسوخت. ولی اومدن کارگر اینا با شن و اینا ریختن و ولی تمام بدنش، تمام گوش، تمام سوخته بود، یعنی فقط استخونش مونده بود. خب این تو این تراژدی من بزرگ شدم، یعنی زندگی من خیلی جالب. یه روز اگه بتونم اینا رو به فیلم در بیارم خیلی جالب میشه. جوان دست درویش پیر. از بچگی وقتی من صدای مرشد شیرخدا از رادیو میشنیدم، واقعا تحت تاثیر خیلی زیادی روی موسیقی به خصوص ضربی، من نمیدونم چرا از بچگی سازهای ضربی رو خیلی دوست داشتم و از تاریخ اون خوب رو هم به زورخانه کشید. تو زورخانه آشنا شدم به داستانهای فردوسی، رستم و چون ورزشهای مختلف بر اساس شعرها بوده، اونجا آشنا شدم به داستان رستم و سهراب و اون دیگه عاشق اون داستان شدم. و بابش که اون خیلی خیلی جوان بودم، تصمیم گرفتم که یه روز اولین اپرا که باید بنویسم باید بشه رستم و سهراب. اولین سازی که من داشتم ویولون بود. وقتی بچه 5 ساله بودم دیدم یه گروه از ارمنستان اومده بود، ویولونیست داشت ویولون میزد، من تو سینما پالاس اون موقع دیدم اینا. اومدم خونه دو تا مداد برداشتم گذاشتم زیر چونم و شروع کردم تقلید کردن. اون یه اون به خاطر مثلا جلوش دیدم یه نوت بود، من که نمی‌دونستم نوت چیه، منم یه روزنامه گذاشتم جلو نگاه می‌کردم می‌دیدم. عاشق ویولون شده، ویولون زندگی با ویولون بود. ولی به عنوان آهنگسازی نه، از موسیقی قرن پنجم و ششم کلیسای ارامنه خوب تحت تاثیر اون بودم محلی، چون واقعا فوق العاده این ملودی ها. تمام مراسم مذهبی کلیسیا هیچ موقع صحبت نیست تو کلیسای ارامنه، همش موسیقی از شروعش تا آخرش موسیقی است. از طرفی که تو لالزانو که من زندگی میکردم، خب دسته هایی که اون موقع می اومدن محرم بود، این ضربایی که و این گروه هایی که می اومدن، این دست جمعی این گروه هایی که می اومدن و سنج می زد و همه می زد، واقعا تحت تاثیر قرار گرفت. و خب این ملودی ها رو من اون موقع جمع آوری کردم و اینا رو تو رستم و سهراب استفاده کردم. و تا امروز که من 77 سالمه، این سه تا سبک موسیقی، اون آهنگ های کلیسایی، موسیقی مذهبی محرم که می شنیدم و از طرف دیگه زورخانه، این سه تا هنوزم پایه آهنگسازی من هستن. موزیکم اون موقع که گوش میکردیم که با جوان بودم، فکر میکنم چطور ما اون موقع موزیک گوش میکردیم تعجب میکنم، چون یه گرامافون داشتیم که باید میبایستی کوک میکردیم، مثلا سمفونی پنج بتوون که میخواستیم که خودش طولش نیم ساعت، شاید دو سه ساعت طول میکشید تا اون سمفونی رو گوش میکردیم، چون هر دفعه کوک میکردیم سوزن عوض میکردیم میذاشتیم و ادامهش رو گوش میکردیم، بازم در 5 دقیقه دیگر میاد. اون موقع هم چند تا فیلم های توسکانینی، رهبری توسکانینی و رهبری دیگه میدیدم، به رهبری هم خیلی علاقه داشتم. بعدا ادامه بدادم و جمع‌آوری کردم موزیسین های 40-50 نفر، خواستم ارکستر سمفونیک تشکیل بدم و کنسرت بدم. هنرستان عالی موسیقی مخالف این بود که من اصلا رهبری کنم، برایشون توهین‌آمیز بود که جوان 15-16 سالی میخواد ارکستر سمفونیک رهبری کنه. اینا شکایت کرده بودند وزارت فرهنگ هنر، اون موقع آقای پلبود وزیر فرهنگ بود. یادم میاد وقتی با مادرم رفتیم پلوشون گفتیم، مادرم گفت آخه چرا این پسرم اذیت میکنه که میخواد کنسرت بده. آقای پلبود گفت آخه خیلی شلوغ کرده، تمام معلم ها رو به هم ریخته، این چه کاری کردیم پسرتون. بعد منم حالا بغلش پایستادم، بعد میگفت خب بگیم به پسرتون بیا منو ببینه. گفت همین پسرم همین بغل بجا منو که دید آقای پلبود خندش که گفت این 16 ساله تمام هنرستان به هم ریخته، یعنی چی؟ گفت من کاری ندارم، هر کاری میخواد بکنه.
موسیقی سمفونیک ایران حدود یک قرن قدمت دارد و پس از تأسیس بخش موسیقی دارالفنون و برخورد ایرانیان مهاجر با فرهنگ غرب، اولین آثار سمفونیک ایرانی خلق شدند. از قدیمی ترین آثار می توان به قطعه رقص ایرانی ساخته غلام حسن و غلام حسین مینباشیان و آثار امین الله حسین، آهنگساز ایرانی مقیم فرانسه اشاره کرد. در سالهای بعد در ایران پرویز محمود، روبیک گریگوریان، مرتضی حنانه و دیگر اساتید موسیقی آثار ارزشمندی را خلق کردند. از جمله آهنگسازان متأخرتر می توان از احمد پژمان، حسین دهلوی، شاهین فرهاد و سمین باغچبان و بسیاری از آهنگسازان دیگر نام برد. زمانی شما باید تصور کنید که موسیقی در ایران واقعا ارکستر سمفونیکی نه وجود نداشت. وقتی من جوان بچه بودم 5 6 ساله بود، اون موقع روسا این جنگ بین‌الملل دوم بود و اونا روسا، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها در ایران بودن و بخاطر اینکه جنگ مهاجرای خیلی زیادی داشت از گرجستان، ارمنستان، از مسکو، از لهستان، چکوسلواکی و اینا موزیسین‌های فوق‌العاده خوبی درجه یک اینا فراری بودن از نازی و اون موقع پرویز محمود که هنرستان بود، ارکستر سمفونی بود و بعد دست آقای روبن گریگوریان ادامه دادن، اون موقع شاید دوره طلایی ارکستر سمفونیک یا کلا هنرستان عالی موسیقی بود، چون تمام این آدما، این آقا که فراری بودن و درجه یک بودن، اونجا درس میدادن. هنرستان عالی موسیقی که در ابتدا یک کلاس موسیقی در دارالفنون بود، در سال 1297 به شکل مستقل شروع به کار کرد و نامش چندین بار تغییر کرد. این مدرسه تا سال 1357 و قبل از انقلاب اسلامی فعال بود و در این سالیان مهمترین مرکز آموزش موسیقی کشور به حساب می آمد. این مؤسسه خاستگاه بسیاری از موزیسین‌های نامدار ایران شد و لوریس هم که از دانش آموختگان این مدرسه بود، با پا به افول گذاشتن آن تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از ایران را گرفت. هنرستان واقعا بعد از مدتی از اون سطح بالا که بود افتاد. اساتید رفته بودن، هیچی من معلم نداشتم، جلوی من میگرفتن رهبری نکنم، این نکنم. پدر من وقتی دید که واقعا زندگی من خیلی دار به داغونه، ایشان خیلی میخواستن که من دکتر بشم، مهندس بشم، چون میترسید که اگه برم کار موسیقی انجام بدم، کارم آخر سر میرم تو کافه ها بزنم، منم مشروب خوب میشم، این میشم، اون میشم، خیلی نگرانی بود. ولی وقتی دید که من علاقه من خیلی بیشتر به موسیقی و یاغی شدم، دیوانه شدم، من گفتم آقا بلند شو برو، منو فرستادم به اتریش. موقع مهرآباد که من میرفتم 3-4 تا اتاق بیشتر نداشت. هواپیما دمه همه فرودگاه وای میساد که ما میرفتیم پیاده سوارش میشدیم و وای میساد مثلا استانبول و بیروت و نمی جاهای دیزار جا وای میساد. ملخی بودن دیگه تا میرسید به، ولی بخواب بالاخره به هر طوری شده رسیدم به وین و اونجا رفتم تا تحصیلاتم ادامه دادم. زندگیم عوض شد دیگه، زندگیم عوض شد. در سال 1954 میلادی که لوریس برای تحصیل موسیقی در وین بود، یک دهه از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و اتریش همچنان تا یک سال بعد، یعنی سال 1955 میلادی که به استقلال رسید، تحت کنترل متفقین بود. اما با اینکه این کشور دوران بازسازی پس از جنگ را سپری می‌کرد، فضای موسیقی کلاسیک همچنان پویا و پرشور بود و وین یکی از مراکز اصلی آموزش موسیقی در دنیا به حساب می‌آمد. در آن زمان آهنگسازان و رهبرانی چون ایگور استراوینسکی، پول هیندمیت، بنجامین بریتن، کارل بوم، کارایان و بسیاری دیگر نام‌های بزرگ موسیقی سمفونیک اروپا و دنیا بودند. هر کی میگه که کجا برم موسیقی تحصیل کنم، میگه ما برو شهری که جایی که موسیقی زنده است. چون وقتی میری کلاس دانشگاه، میگه معلم یه ساعت می‌بینیش، راجع به یه چیزی صحبت می‌کنه. ولی اون شهر مهمه که می‌بینی اینجا اپرا هست، اینجا کنسرت هست، اینجا این موزیسین بزرگ دنیا اومده کنسرت میده، اون رهبر بزرگ اومده، این ارکستر بزرگ اومده. وقتی می اینا رو می‌بینی، اینا مدرسه واقعی اینا هستن. وین که بودم، یکی از بزرگترین آرزوهای من این بود که آرام خاچاتوریان رو ببینم. آرام خاچاتوریان خب آهنگساز بزرگ دنیا بود، در مسکو بود و سال آخری که من در وین بودم،
ایشان اومدن رهبری کنن ارکستر فیلهارمونیک وین و اونجا واقعا یه خوابی که تمام عمرم دیدم که بتونم آشنا بشم شد، دیدم و کارم رو نشون دادم، خیلی پسندیدم. آرام خاچاتوریان یکی از شناخته شده ترین آهنگسازان و رهبران ارکستر در سطح جهانی است. او ارمنی تبار ساکن و تحصیل کرده روسیه و همدوره شوستاکوویچ بوده که کارهای ماندگاری همچون رقص شمشیر از ساخته های اوست. آرام پس از آشنا شدن با کارهای لوریس از مشوقان و حامیان او در کار موسیقیش بوده و لوریس را یک موسیقیدان و رهبر برجسته دانسته است. لوریس در دوره اول حضور در اتریش تأثیر بسزایی از جو زنده موسیقی در اروپا گرفت و با رویای نوشتن اپرای رستم و سهراب به ایران بازگشت. دلیل اولیش که من برگشتم چون آقای پربو من قول داد که وقتی برگردم من حمایت میکنن که من رستم و سهراب بنویسم، اگه نه من بر نمیگشتم به این زودی چون میرفتم ادامه میدادم تحصیلات آلمان. ولی برگشتم، خوب این متاسفانه نشد، ولی به من شغل رئیس صداخانه موسیقی ملی شدم. ولی خب اینم یک چیز خیلی خوبی شد که با سازهای ایرانی آشنایی پیدا کردم. عاشق این سازهای ایرانی بودم و شروع کردم مطالعه کردن، مطالعه علمی روی این سازها کردن و وسعت این صداها. شانس بزرگی در زندگی من بود که با استاد پایور روش شاید آشنا شدم و همطور با گروه خودشون مثل دوست عزیزم حسن ناهید، آقای ظریف، اسماعیلی، اینا همشون آشنا شدم و بالاخره بعد از دو سال با کمک مرحوم استاد پرور یه نمایشگاه، اولین نمایشگاه سازه ایرانی رو گذاشتیم تو ایران. استاد فرامرز پایور از نوازندگان و اساتید بزرگ سنتور ایران و از بارزترین شاگردان ابوالحسن صبا بود. پایور از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی اصیل ایرانی و از پایه‌گذاران گروه نوازی در موسیقی سنتی ایرانی بوده است. استاد پایور و گروهش که معمولاً از بهترین نوازندگان سازهای مختلف زمان خود تشکیل می‌شدند در خلق باله سیمرغ چکنواریان نقش عمده‌ای داشتند و همکاری‌های زیادی نیز در تولید موسیقی فیلم با لوریس کردند. سیمرغ اولین پارتیتور پولیفونیک سازهای ایرانی بود. اینا هم نوازی نمی‌گن، پولیفونیک می‌گن. و گروه استاد پایور و دوستانش اینقدر اینا خوششون میومد از این کار چون همیشه هم نوازی میکردن و اینجا اولین بار بود که باید موسیقی کنتراپونک میدادن، هر کدوم خط خودش داشت و خیلی هم سخت بود و این سیمرغ رو نوشتیم که خیلی موفق بود. چکنواریان پس از مدتی تدریس در مدرسه عالی موسیقی و همکاری با موزیسین‌های ایرانی با تجربه بیشتر به قصد تکمیل اپرای رستم و سهراب که نوشتن نسخه اولش را شروع کرده بود، به امید پیوستن به کلاس‌های موزیسین و مدرس نامدار آلمانی کارل اورف به شهر سالزبورگ رفت. اتریش و استاد کارل اورف دیدم، حمایت کرد، نشنیدم و گفتن خب همینجا به سالزبورگ بمونین و بنویسین اپراتون رو. خب اون موقع من جوان بودم، پول نداشتم، تازه اومده بودم اونجا. گفتم من نمیتونم شهر سالزبورگ بمونم، شهر ایرونیه. ایشان گفتن دو سه ساعت دیگه بعد همینجا همدیگه رو ببینیم. دو سه ساعت دیگه وقتی همدیگه رو دیدیم به من گفت که لوریس عزیز، من برای تمام مخارج تمام زندگی خودت برای تمام سال تهیه کردم، برو آپارتمان بگیر، پیانو بگیر، زندگی راحت بشین، این اپرا رو بنویس. خیلی جالب بود که آهنگساز بزرگی مثل کارل اورف حمایت کرد که من برم اپرا رستم و سهراب بنویسم. کارل اورف آهنگساز آلمانی و مدرس موسیقی بود که کارمینا بورونا از مشهورترین آثارش و البته یکی از شنیده شده ترین کارهای موسیقی کلاسیک معاصر دنیا است. او مبتکر شیوه خاصی برای آموزش موسیقی به کودکان بود که به متد اورف معروف است. متد اورف دیدگاهی است برای آموزش عناصر موسیقی و حرکت که تأکید زیادی بر آموزش با سازهای کوبه‌ای دارد. این دیدگاه امروز در بسیاری از کشورها به شکل توسعه یافته و گسترده‌ای برای آموزش موسیقی استفاده می‌شود. آدم های بزرگ مثل کارل اورف اینا به قول انگلیسی میگن bigger than life، اینا بزرگتر از زندگی هستن، بالاتر از زندگی هستن، اینا دنیا رو طور دیگه میبینن، از یه زاویه دیگه میبینن، با برخوردشون با مردم با از یه زاویه دیگه است. اینا جلوی کسی که علاقه داره جلوش نمیگیرن، بلکه بهش کمک میکنن که به هدف برسه.
در زمان حضور لوریس در سالزبورگ، او به عنوان یکی از دستیاران با شاگردان عرف کار میکرد و این باعث شد لوریس با دانشجویان زیادی آشنا شود که یکی از این آشنایی ها مسیر زندگی او را برای مدتی تغییر داد. چون از آمریکا خیلی شاگرد ها میمدن که با کارل عرف کار کنن، از جا دیگه عرف هم خیلی جالب بود، همه رو میفرستاد پارلمان که من به اونا درس بدم به عنوان یه آسیستنت، و کلی کارم خوب گرفته بود و آشنایی هم پیدا کرده بودم. بعد خب با یه دختر آمریکایی هم ازدواج کردم، بعدن رفتم آمریکا شدم رئیس دیپارتمن مورد ستت کالج یونیورسیتی. بعد 5 سال اونجا بودم، بعد یه روز خانمم که 6 ماه حامله بود رفتم پلو رئیس دانشگاه گفتم میخوام استعفا بدم. گفتن شوخی میکنه، یعنی چی استعفا بده تو رئیس دپارتمنتی؟ گفتن دلیلش اینه که من پیشرفت نمیتونم بکنم، دوم اگه میمونم تو دانشگاه میمردم، چون هدف من استاد بودن نیست که، من میخوام زندگی دنیا رو ببینم، سفر کنم، زندگی کنم. حالا پس از 5 سال تدریس در آمریکا، چک نواریان به عنوان یک موزیسین با تجربه و شناخته شده تر به ایران بازگشت. از آمریکا رفتم تهران، بعد مدتی شدم رئیس ارکستر اپرا، اپراهای مختلف و بالهای مختلف اجرا رهبری میکردم. بهم جمله کار خودم اپرای پاریس، پاریس ها رو که نوشته اونجا اجرا میشه اونم رهبری میکردم. ولی خب این اپرا خیلی فعال بود، تالار رودکی که اون وقوع بود، الان اسمش تالار وحدته، هر شب ما اپرا، باله، سمفونی، هر شب این برنامه بود و همیشه هم پر بود سالو. در ایران اواخر دهه 40 و اوایل 50 روز به روز عرصه برای کارهای هنری و فرهنگی بازتر می شد. سالن های اجرای موسیقی و تئاتر پرکارتر می شدن و این باعث شد چک نواریان دوره بسیار پرکار و پرباری را در این سالها تجربه کند و به رهبر ارکستر و آهنگسازی کم نظیر در ایران بدل شود. موقع تو ایران فرق می کرد، صحنه ایران هم فرق می کرد، یواش یواش رواج پیدا کرده بود موسیقی. لوریس در سال 1350 برای جشن‌های 2500 ساله تخت جمشید قطعه‌ای به نام نور و صدا ساخت که این موسیقی در مقابل پادشاه و ملکه ایران و سران بسیاری از کشورها در مراسم پخش شد. چک نواریان از شهبانو فرح، ملکه سابق ایران، نشان افتخار دریافت کرده است. نور و صدا تخت جمشید 1972 نوشتم، یعنی میشه 42 سال پیش نوشتم، و ولی اون الان تکمیلش کردم و به صورت سمفونی کوروش کینگ سایرس، یعنی پادشاه کوروش به نام اون نوشتم، که پارسال در سان فرانسیسکو با ارکستر فیلهارمونیک سان فرانسیسکو اجرا شد. از کارهای مهم چک نواریان ساختن اولین موسیقی‌های فیلم در ایران بوده که از جمله آنها میتوان به موسیقی فیلم بیتا ساخته هجیر داریوش و تنگسیر ساخته امیر نادری اشاره کرد. اولین فیلمی که در ایران موسیقی متن داشت، نمیدونم، حالا شانس من بود، اولینش من نوشتم اون متنش. بعد از اون فقط 2-3 تا فیلم های سینمایی نوشتم، یکی بیتا بود، یکی تنگسیر بود. بده دستت ببوسم، بده دستت ببوسم، بده نوکرتم، ما پولم میخوام، چرا به حرفم گوش نمیدی؟ آقا خجالت نمیکشیم، مزاحم میشی، برو گم شو. اینکه نمیشم با هر وقت پیش هر کدوم از شما میام بهم بد میگین و بیرون رو میکنین، آخه منم آدمو. حتی پشت فیلم های فوقلاده خوبی بودن، کارگردان های فوقلاده خوبی داشتن و من خوب سعی کردم، به خصوص در فیلم بیتا اولین بار بود که از سازهای ایرانی استفاده شده بود و این گروه استاد پایور اجرا کردن و این اولین بار بود، برای مردم خیلی جالب بود که فیلم موزیک با سازهای ایرانیه. هر دو تا کارگردان واقعا فوق‌العاده بودن، یعنی برای من یک افتخاری بود باشون کار کنم، بنویسم و آزاد گذاشته بودن که من، یعنی اعتماد کردن به من و من نوشتم و خوشبختانه به سلیقه‌شون جور بود، به فیلم جور بود و بعدم استقبال مردمم خیلی خوب بود. دوست دارم. دیروز، امروز، فردا، همین الان، همیشه.
پس از چند سال پربار و پر از فعالیت در ایران به واسطه پیشنهاد همکاری از طرف کمپانی‌های بزرگ تولید موسیقی کلاسیک و برای ضبط قطعاتی با رهبری لوریس، او برای چند سال به انگلستان رفت. بر حسب تصادف نوولو کار من اینجا چاپ کرد. به خاطر اون اومدم لندن و اینجا کاریرم بعد از مدتی گرفت. آرسیه که اون موقع ما رفتم شرکت صفحه سازی بود، فروش بود، و من قرارداد 5 ساله بستن که رهبری کنم با ارکستر سمفونیک لندن، سمفونیک رویل فیلارمونیک ارکستر، لندن فیلارمونیک ارکستر، یه عالم خیلی صفحه های گوناگون، رپرتوار های گوناگون رهبری کردم و کریتیک های فوق العاده خوبی گرفتم. چقدر خوب بود که از اون دانشگاه من بعد استفاده دادم. این دوران پرکارترین زمان ها برای ضبط و رهبری موسیقی کلاسیک توسط لوریس بود و جایگاه او را به عنوان یک رهبر نامی در سطح جهانی ارتقا داد. BMW که آلمان 2007 مدل در می آورد، از تمام موسیقی پردیس پریسا استفاده کردن در تبلیغ ماشینشون. و در این مدت هم یکی از کارم هم EMI که اونم یک کمپانی خیلی مهم بود، اوتلو من اونو پخش کردم. و برای خب بعدا قبلش اونم فیلیپس کارم می‌کرد، هم نوری صدا تخت جمشید فیلیپس منتشر کرد. کار من بیشتر واقعا در این مدت که بودم کمتر آهنگسازی می‌کردم، بلکه خیلی گرفتار رهبری بودم، مرتب در رهبری بودم، همه جا دنیا می‌رفتم. پس از انقلاب اسلامی در سال 57، فضای حاکم بر موسیقی و هنر ایران دچار دگرگونی شدیدی شد و شوک بزرگی بر پیکر موسیقی ایران وارد کرد. دیگر خبری از کنسرت‌های پرشور نبود و فضایی که داشت کم کم به سمت رشد و بلوغ موسیقی سمفونیک ایرانی پیش می‌رفت، بسیار محدود شد. متأسفانه که وقتی انقلاب شد، دنیا نمی‌دونم چرا نظر خوبی با هنرمندای ایرانی نداشتن و نمی‌خواستن هنرمندان ایرانی رو دیگه دعوت کنن برای کنسرت اینا، و یه مقدار خیلی خیلی زیادی از کنسرت‌های من کنسل شد و من مجبور شدم، نه که مجبور شدم، ولی خوشبختانه بعد نشستم شروع کردم به آهنگسازی. خیلی چیزی جالب بود. یه موقع اسقف اعظم ارمنستان به من یه روز من خواست، گفت که ببین تو رهبر ارکستر خیلی خوبی هستی، همه جای دنیا رو رهبری می‌کنی، ولی این همه این کارهایی که تو رهبری می‌کنی یه روز ماندنی نیستن، وقتت تلف نکن بر رهبری اینقدر، برو بشین بنویس، درسته؟ چون اون هم که ماندگارن. سرنوشت در زندگی لوریس همیشه به نوعی رقم می‌خورد که او در یک جا به مدت طولانی زندگی نکند. و در زمستان سال 1988 میلادی، حادثه این ناگوار دوباره مسیر زندگی او را تغییر داد. 7 دسامبر بود که تلویزیون نگاه میکردم، برنامه که آقای گورباچوف و آقای بوش با هم دیگه اومده بودن، استاتچ آف لیبرتی. بعد یه نفر رفت در گوش گورباچوف یه چیز گفت، این اخما تخ میکرد و زود رفت. من نمیدونم چرا یه حسی داشتم، فکر کردن با ارمنستان یه اتفاقی افتاده، چون ارامنه خیلی یاغی بودن بر علیه کمونیست ها، رژیم اونا، گفتم حتما یه اتفاقی افتاده اونجا، همتون ناخودآگاه. و پای تلویزیون نشستم و شب اعلان کردن که زلزله عجیبی تو ارمنستان شده که 20,000 نفر تو اون زلزله کشته شدن. منم بلافاصله فکر کردم که چطور میتونم کمک کنم. اولین چیزی که در ذهنم رسید که به تمام سران دنیا، به خصوص کنگره آمریکا، سناتورها و پرزیدنت و پرزیدنت‌های کشورهای دیگه تلگراف بفرستم برای کمک. من ارتباطی به ارمنستان نداشتم، ولی خب پدرم از اونجا بود و اتفاقا خیلی متنفر بر ضد کمونیستا بودن. همیشه کارم بر علیه این بود، موسیقی ها می نویستم برای استقلال ارمنستان که سمفونی یمن و اینا رو اونجا اجازه نمی دادن پخش بشه،
چون برخلاف حزب کمونیست بود، برخلاف رژیم کمونیست بود. و خب چند ساعتی من پشت این تلفن بودم و همینطور هم به نوازنده های دنیا مثل رهبر ارکستر مثل کارایان، به خواننده های اپرا، پیانیستا، برنستاین، همه به اینا نامه دادم که کمک کنن. گیدن گلمیار عجب دمندی بلند شدم رفتم نیویورک از فلوریدا و اونجا در کارنگی هال کنسرت تشکیل، یک کنسرت درست کردم که بلیتش $1,000 بود، هر بلیتش قیمت بلیتش. خیلی جالب بود که به خواننده های بزرگ اپرا مثل پلاسیدو دومینگو، اینا همشون اومدن مجانی کنسرت دادن. روستروپوویچ چلیست اومد مجانی کنسرت داد. خودم یه اثر نوشتم با ارکستر، نوازنده ارکستر آمریکا اجرا کردم در اون شب. و اون شب اون کنسرت $500,000 جمع شد. $500,000 اون موقع خیلی پول بود. در یک شب $500,000 پول جمع شد. و خب اونو فرستادیم به کمک آرامانه. خیلی جالب بود که دعوت کردن که من برم. من فکر نمی‌کنم حالا منم اونجا، شاید دیگه اصلا آزادم نذارن، چه اتفاقی میفته. من ولی خب بلنشان رفتم و مسئولیت ارکستر سمفونی که ایروان که در دست گرفتم که کار کنم باشون. ولی هدفم کمکی برای این زلزله زدگان بود، اونجا بود هدف من، اون بود هدفم، انقلاب بود. یکن میاسیم و به زن رو بسید اوژه. و در اونجا اولین بار سرود ملی ارمنستان قدیم که غیر قانونی بود اجرا کردم. خیلی وحشتناک بود. باورشون نمیشه که همچین کاری ممکنه عملی بشه. بس پرچم سه رنگ بالا بردن. مردم خیلی استقبال کردن. اومدن پشت من. یه چیز جالبی شد که کاری با من هم نمیتونستم بکنم. یه روزم بلند شد گفتم من میخوام پیاده برم تا اون شهر زلزله گیمری که ایش بود پول جمع کنم. راه افتادن تقریبا از روزی که از ایروان تا نه روزی که حرکت کردم، در زی از دهه‌های مختلف و شهرهای مختلف که رفتم 300 کیلومتر پیاده رفتم تا روز رسیدم به اون شهری که زلزله شده رسیدم. تقریبا جمع این مردم که با من میومدن میرفتن اینا تقریبا بیشتر از 1,000,000 نفر بودن و اون موقع تقریبا 15,000,000 روبل جمع شد، نزدیک 25,000,000 دلار جمع شد. اولین چیزی که من اونجا کردم بازسازی سالن تئاتر بود، بازسازی ارکستر سمفونیک بود، کور بود و بازسازی دانشگاه هنر بود. گورباچف اون موقعی که برای چرنوبیل از مردم پول خواسته بود جمع کنه تا تمام اتحادیه شوروی، 1,000,000 فقط روبل جمع شده، ولی اینجا 15,000,000 روبل جمع شده بود از یک کشور کوچولو. مردم اینقدر تشویق شدن و اومدن که کمک کنن که فرهنگ اون شهر بازسازی بشه. انقلاب‌های ضد کمونیستی از سال 1989 در بلوک شرق آغاز شدند و یکی یکی کشورهای اروپای شرقی از بلوک شرق خارج شدند. این اتفاقات به مانند موجی در دنیا پخش می شد و در سالهای 1990 تا 1991 به اتحاد جماهیر شوروی هم رسید و گورباچف با رفتن به نواحی مختلف شوروی سعی در خاموش نمودنش را داشت. اما 15 کشور شوروی از جمله ارمنستان یکی پس از دیگری در حال تلاش برای به استقلال رسیدن بودند، که البته این حرکت‌های تجزیه طلبانه با ناخشنودی و تحریم و بعضاً حضور نظامی روسیه همراه بود که این امر به اقتصاد ارمنستان لطمه جدی وارد می‌کرد. بعد از اون که اومدم ارمنستان، برگشتم به ایروان، بعد از مدت چند ماه دیگه خیلی وحشتناک اونجا تمام برق رفت، نون نبود بخورن، آب نبود. مردم 3 سال ما در ایروان مردم می‌مردن و خیلی‌ها نمی‌تونستن دفع کنن مرده‌هاشون، اینقدر وحشتناک بود. و ایران کمک می‌کرد، بلوکه کرده بودن ارمنستان اون موقع از طرف همسایه‌ها و اینا از سرما
نداشتن سرما میمردن. من قرار بود که برگردم. ولی گفتن من بر نمیگردم که آخرین چیزی در دنیا که باید بسته بشه در سالن کنسرت. ما هر روز اونجا کنسرت میدادیم، هر روز تمرین میکردیم، مردم میمدن پر میشدن با پالتوها با سرما اینا. این مسئله ثابت شد که واقعا پایه ملت قدرتش نیست، همه فکر کنن پولش نیست، فرهنگشه. یه ملتی میخواد داغون کنی فرهنگش ازش برمیداری. همونطور که میگن که وقتی خداوند میخواد یه نفر تنبیه کنه عقلش برمیداره ازش، همونطور اگه میخواد یه ملت داغون کنی فرهنگش برمیداره ازش. اینقدر پوپولر شدم که وقتی رأی میخواستم بدم برای آری ارمنستان که از مشاوره جدا بشن، که مردم از ترسشون فقط 30% میخواستن رأی استقلال ارمنستان بدن، ولی من با ارکستر سمفونی رفتم به شهرهای مختلف، مردم را تشویق کردم، به خصوص دو شب قبل از که رأی بدن مردم تا صبح رهبری کردم و مردم را تشویق کردم بدین رأی بدین، نترسین از نون، نترسین برق، نترسین از هیچی، نترسین بدین رأی بدین، آزادی بالاتر از این حرف هاست. و این استقلال ارمنستان بدون یک قطره خونریزی انجام شد، یعنی همه دور موسیقی جمع شدن و همه به 96% رسوندن رأی، بدون که هیچ دعوایی تو خیابون بشه، هیچ بحثی بشه، چون موزیک همه رو گرفت. یکی از خوشبخت‌ترین زندگی من بود، چون من هیچ ارتباطی ندارم اونجا. خب من متولد اونجا نبود، من ایرانی هستم، ولی خب پدرم از اونجا اومده و اینقدر از این داستان کشیده بودم، اینقدر قتل عام اونجا شده و میخواستم واقعا به خاطر خاطرات پدرم، به خاطر پدرم شده یه کاری بگم. و خودم هم از بس که تو خونه شنیده بودم چه کارهای بد این کمونیست ها انجام دادن، چه چیزایی کردن، متنفر بودم و میخواستم برم کار کنم. و زندگی راحتی که من تو آمریکا داشتم همه چی رو ول کردم، گفتم مهم نیست، من به خاطر پدرم شده به یاد بودش. روح شاد و آره خوشحالم. و خودم رو زمین میخوابیدم با دو تا پالتو و کلاه و جوراب و قرص خواب‌آور میخوردم، نمیتونستم تو سرما بخوابم، آب نبود، برق نبود، نون خوش آب یه چیز وحشتناک بود. حتی یه اتاقی که من اونجا زندگی میکردم پرش موشا دور منم میگشتن، عادت کردم با موشا هم زندگی کنم. و واقعا من تو اون سرما با موشا زندگی میکردم، حتی یک عاشق یکی دو تا از این موشا شده بودم که وای میسته من نگاه میکردن، خیلی جالب بود. بعد میگن این چطور اتفاقات میفته؟ یعنی از خودم که چیزی ندارم، یه آدمی هست که چیزی ندارم، هیچ کدومم از خودمون چیزی نداریم، هر کاری که میکنیم با الهام خداونده که انجام میشه و هر کدوم یک سازی در دست خداوند هستیم، هر کدوم یک سازی هستیم، هر کدوم یک صدایی داریم و اون خداوند هر موقع بخواست اون ساز برمیداره و با اون ساز مینوازه. و اون روز اون ساز من بودم و من این افتخار دارم که من بتونم اون ساز باشم. پس از سالها فعالیت در ارمنستان و کار و زندگی در اروپا، از سالهای 2000 میلادی به بعد در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، چکنواریان به ایران دعوت شد تا نسخه کنسرتی اپرای رستم و سهراب را در جشنواره فجر اجرا کند
و این اتفاق باعث شد که دوباره رفت آمد لوریس به ایران و اجراهای او افزایش پیدا کند. من آقای خاتمی بودن که من دعوت شدم که بیام ایران اپرا رستم و سهراب اجرا کنم و ایشان خیلی محبت کردن، دستور دادن 200 نفر از ارمنستان کور و ارکستر اومدن و در تهران اپرا رستم و سهراب را اجرا کردیم. چیزی بود که 25 سال روش کار کرده بودم، هیچ موقع فکر نمی‌کردم تا طول زندگی اجرا میشه. یکی از خصوصیات بارز این کنسرت این بود که در سال 2002 برای اولین بار پس از انقلاب اجازه داده شد تا اپرای رستم و سهراب با تکخان زن در تهران به روی صحنه بیاید و دریا دادور در نقش تهمینه همسر رستم تکخان زن این کنسرت بود. اول تابستون 2002 بود. آقای چکنواله با من تماس گرفتن، گفتن که من صدای شما رو شنیدم و دلم میخواد که شما نقش تهمینه رو، یعنی ما دنبال یه تهمینه میگردیم. خب من خیلی خوشحال شدم و گفتن آره اپرای رستم و سهراب هست و قراره توی سپتام در ایران اجرا بشه. آقای چکنوالیانو که خب یه رهبر بزرگ میدونین، همیشه آدم که دست و پاش میلرزه، ولی اینقدر آقای چکنوالیان سمپاتیک و شوخ طبع و خیلی راحت بودن و باور نمیشد که جلوی یک آدم به این بزرگی استادی. میترسیدم واقعا رستم و سهراب رو اجرا کنم، چون فردوسی خیلی بالاست، شعر اون ورداری و موسیقی کنی خطرناکه و اگر نتونی درست انجام بدی خطرناکتره، ولی خیلی چیز بود و من نمیدونستم عکس العمل مردم چی میشه. انگار که دنیا رو بهم داده بودن از فکر این که مگه میشه من برم ایران تکخانی بکنم. با هر کی راجع بهش صحبت میکردم فکر میکنن یه چیزی تو کاره، اصلا امکان نداره، ممنوع خروجت میکنن، ممنوع ورودت میکنن، همه چی به هر حال میگفتن نه این نمیدونم کی پشتشه، اون فلانی پشتشه. دیگه دیدین که وقتی که یه چیزی میخواد اتفاق بیفته دیگه روز اجرا تپنینگ اپرا هست و تا اینکه بالاخره میرسه به نام خداوند جان و خرد و همه اینا، تا بعد که رستم میگه به تهمینه، رو به تهمینه، نام تو چیست، چه جویی شب تیره، کام تو چیست، نام تو چیست، چه جویی شب تیره، کام تو چیست. و اون یه دفعه میگه تهمینه هم تو گویی دل از هم به دو نیمه هم، تقریبا فکر میکنم 39 درجه تب داشتم، خیلی حالم بد بود. آقای چکنواریان خیلی به آدم انرژی میدن، یعنی از یه طرف یه ذره پس و پیش نباید بخونی ولی از یه طرف دیگه وقتی میخوای به رو صحنه مثلا هیچ کاری ندارن که هر چی که شد شد و خیلی با آدم هستن اونجا روی صحنه. دیگه برنامه شروع شد و خیلی شب عجیبی بود، خیلی شب عجیبی بود. ولی عجیب استقبال شد، سالن پر بود، جا نبود، تمام این چیزا که جمع کنی یک حادثه عجیبی بود و برخورد مردم چطور تمام شد و چقدر من رو آوردن رو صحنه، چقدر به من استقبال کرد و خستگیم در رفت. درخواست لوریس برای اجرا با تکخان زن برای مسئولان وقت در ایران تصمیم آسانی نبود، تا جایی که لوریس مجبور شد تهدید به لغو کنسرت کند. همین رسن به خاطر اینکه یه تکخان جوون ایرانی، در واقع زن جوون براشون، چون میدونم که یه سری خونده بودن توی ایران و بعد از 24 سال بود که یک زن ایرانی جوون داشت مثلا میرفت برای اولین بار روی صحنه، اگه نم دو صدایی، سه صدایی و حتی یه خانمایی مثلا چندین بار 5-6 سال قبلش یه سری اپرا با چکنواریان با یه خانم ارمنی که مقدار سنش بالاتر بود به هر حال اجرا شده بود. یعنی اینجوری نبود که، این براشون مهم بود که یه زن جوون ایرانی داره تکخانی میکنه. به من اشاره کردن که رستم و سهراب میخوان اجرا کنن، به جای تامینه سه نفر بخونن. البته من موافقت نکردم چون واقعا برای سه تا زن ننوشته بودن. منم جوک میگردم میگفتم که رستم اگه سه تا زنم داشت که همشون اسمشون تامینه نبود، چطور میشه سه تا بکنه؟ بعد از که پافشاری کردم که نمیخوام اجرا کنم، اصلا نه اجرا نکنیم. آقای سید شاه‌مرادی
آدم خیلی با فرهنگی بود. اومدن ارمنستان اجرای رستم و سهراب شنیدن. فکر کنم میانجیگری کردم، صحبت کردم و به من اجازه دادن که رستم و سهراب رو با تکخوانی تهمینه بشه. تو دنیای مدرن الان که داریم بیریم شاید ممکنه تو فضا زندگی کنیم، هنوز خیلی برای من مسخره است که همچین چیزایی وجود داره، ولی خب وجود داره دیگه متاسفانه. موسیقی اولا زبان خداونده و موسیقی اصلا اونجا در اون سطح الهی هیچ اونجا مسئله صدای مرد و زن دیگه وجود نداره، چون ما به خداوند عبادت میکنیم و تمام ادیان دنیا و بدون موسیقی نمیتونن عبادت کنن، نمیتونن. پس اگر زنم جزء این مردم دنیا هستن، خب با صدای اونا هم باید عبادت کنیم، بزرگی خداوند نشون بدیم. همه ما آفریده، خداوند ما رو آفریده و در برابر خداوند هممون یکسانیم و صدای ما یکسان باید به خداوند برسه. در بامداد روز پنجم دی ماه زمین لرزه مهیب در نزدیکی شهر بم رخ داد که باعث تلفات و خسارات بسیاری شد. از جمله گرفتن جان بیش از 10,000 نفر و ویرانی ارگ تاریخی بم که بزرگترین سازه گلی جهان بود. زلزله بم وقتی اتفاق افتاد، اولین چیزی که من به دوستای خودم و مسئولین دولت که صحبت می‌کردم گفتم خیلی دلم می‌خواد مثل اون که تو ارمنستان پیاده رفتم تا پول جمع کردم، الان دلم می‌خواد از تهران تا بم پیاده برم. شاید یک هفته دو هفته طول بکشه، باید نیست، ولی پیاده برم. متاسفانه استقبال از طرف دوستانم نشد، کسی حاضر نبود با من راه بیفته. حتی رفتم بمم دیدم خیلی غم انگیز بود، واقعا خیلی فاجعه بود، چون نه فقط مردم کشته شده و اون بناهای تاریخی که ما داشتیم از بین رفته بود. بعد از اون که البته با ارکستر مجلسی این کنسرت دادیم برای بم و کنسرت خیلی موفق هم بود، خیلی خوب استقبال شد. شهرام ناظری هم سولیست ما بود. که یه شخصی مثل لوریس شکنواریان که یک به اصطلاح موسیقیدان بزرگ جهانی بنده رو انتخاب کرد. پیدا 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 شدم. هیچ موقع من فکر نمی‌کردم که آقای شهرام ناظری بتونن با دیسیپلین ارکستر آواز بخونن، چون ارکستر یه دیسیپلین مخصوص داره و منم نمی‌تونم که مثل سنتور زن یا تار زن یا کمانچه زن دنبال خواننده برم، چون در دست من نیست. اونجا ساز در دست خودش هر طوری خواست میتونه بره، من ارکستر که تو میتونم دنبال بکنم. و فکر میکنم عملی نیست، ولی خب این من باعث تعجب من بود که عملی شد. و شهرام ناظری واقعا یه شخصیت خیلی فوق‌العاده است، نه خواننده فوق‌العاده است، ولی بدون هیچ اشتباهی جلو ارکستر وایساد و این همه رو اجرا کردن. یک بار دو بار امتحان کردن و هیچ موقع من هیچ مشکلی دنبال کردن ایشان نداشتم. حتی اینقدر فوق‌العاده بودن که جاهایی که باید وارد بشن بخونن خودشون دقیقا میدونستن. خیلی جالب بود. من او بودم، من او شدم، شاید از دلیلش هم یکی که تو یه محیط کردی بزرگ شده، در موسیقی کردی چون محلی ریتمیک رقص آوازه، شاید اون حالت کمتر دستگاهیه که آزاده باشه. فکر کنم حالا ممکنه من اشتباه دارم میگم، ولی من فکر کنم از این فرهنگ کردیش کمک کرد که بتونه با ارکستر دقیق بیاد. خیلی جالب بود تمام این مراسم، ولی من نمیدونم تا چه حدی این
این بر باس مبلغ بر بازسازی فرهنگ رفت. نازنین لدین درم که علی‌رغم تلاشایی که در یک قرن اخیر برای ساختن و تقویت ارکستر سمفونیک در ایران شده، هنوز نمیتوان این ارکستر را چه از حیث نوازندگی و چه به لحاظ مدیریت و اجرا با ارکسترهای مطرح دنیا قیاس کرد. اجراهای چکنواریان در ایران غالبا با نوازندگان و خوانندگان خارجی بوده که در برخی محافل نقد شده است. حق دارن همچین سوالی بکنن و کسانی که همچین سوالی میکنن خودشون باید تحقیق کنن. آیا ارکستر ما داریم در سطح جهانی، در سطح حرفه‌ای که بتونن کاملا خودشون اجرا کنن؟ نداره. ببینین، شما نمیتونید یه کنسرتی بدین توی سالن کنسرت و صداهای نهنجار از ارکستر که بیا بیرون برگرده به مردم بگیم ببخشید مردم، خیلی معذرت میخوام، شما همه ایرانی هستیم، خب این بچه این دوست ما اومده حالا داره ترومپت میزنه، صدای فالش میاره، خواهم میگه براو. این نیست که هنر. هنر یا تاپه یا هیچیه. هنر یه چیزیست که در همه چی درجه دو وجود داره. در هنر تنها چیزیست که درجه دو وجود نداره. بیش از 60 سال سابقه کاری در ایران و پایتخت‌های بزرگ موسیقی دنیا به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر در سطح اول موسیقی سمفونیک، لوریس چکنواریان را به چهره‌ای کم نظیر در تاریخ موسیقی ما تبدیل کرده است. او تعداد متعددی قطعه موسیقی در فرم‌های مختلف از جمله اپرا، باله، سمفونی و بسیاری قالب‌های دیگر ساخته و با رهبری و ضبط کارهای طراز اول خود و آهنگسازان بزرگ دنیا در سطح جهانی مورد توجه و احترام قرار گرفته است. بیشتر از 500 تا اثر در 50 سال رهبری کردم. که از این 500 تا اثر اقلن 150 تا 200 تاشون رو دیویدی دارم. سمفونی بتوون، موزارت، مهماش، نه همه چی، و هایدن، مالر، دیگه برامس، بروکنر و خیلی چایکوفسکی، اینا همه اینا رو من رو بکنم، حتی آهنگساز ایرانی اینا. ولی خب الان این موسیقی ها هستن تو ذهن من و خب زندگی من هم خیلی یه ثروت عجیبیه، چون یه دودمند زندگی میکنم تو اونا، ولی بیشتر ترجیح میدم آهنگسازی بکنم واقعا، چون اون موندنیست. آرزوی من میخوام هر روز که بیدار میشم هدفی داشته باشم، بی هدف نباشم، چون اگه بی هدف باشم وحشتناکه. زندگی خیلی چیز جالبه. یک دایره است که دور خودت میچرخی. من از صفر شروع کردم، به صفر هم باید برگردم. ولی اون صفری که میخوام برگردم فهم میکنم با اون صفری که شروع کردم. جوون که بودم خب یه چوبی بود. تو این چوب شنا میکردم. فکر میکنم دنیا هم همه چی دون بود میدونستم. الان جلوی من یه اقیانوسه. تو اقیانوس الان من کجا باید شنا کنم؟